سلام دوستان گرامی، امیدوارم حال همگیتان خوب باشه. دوستان عزیز، امروز در این ویدیو آموزش بالاتنه ساده را براتان داریم که بالاتنه آزادم برش میگن، آسانترین و راحتترین الگو هست و پرکاربردترین الگو. شما اگر از ویدیوهای ما خوشتان میاد و مفید براتان واقع میشه، لطفا سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، برای شروع شما باید کاغذ گونیا بکنین. من اول خط عمودش هم میکشم، بعد بالای خط افق، خط افقی رو تا پایین گونیا میکنم. دوستان، یه الگو یک سری اندازه رو باید از روی بدن بگیرین، مثل قد کمر. یک سری اندازه رو که من براتون میگم ثابت است. شما من دو تا خط دوستان پایین میشین و ایره گونیا میکنن. خط اولی به اسم خط یقه یاد میشه و خط دوم خط سرشانه. ما اینجا باید طبق معمول خط کف حلقه رو بکشیم، ولی خب دهی روشی که براتون میگم خط کف حلقه چگونه باید اسم میاد. شما باید از روی فردی که دارین یا اگر در تولید یا کار میکنه مانکن هست، من قد بالاتنه رو مشخص میکنم که من 42 سان از خط شروع در نظر گرفتم، 42 سان علامت میزنن. بعد 42 سان رو من نصف میکنم، 42 سانت که نصف کردیم یک علامت میزنیم. بعد از این علامت دو سانت پایین تر شما میتونین یک سانت، دو سانت، سه سانت، چهار سانت یا پنج سانت آزادی بتین. ولی از این کف حلقتان که به صورت نرمالش من دو سانت در نظر میگیرم، دو سانت خوب است. شما تعداد عددهایی که ما از یک شروع میشه و چهار بستگی به دور سینه و یا سایز طرف داره که هر چقدر سایزش بزرگتر میشه خوب التب دور بازو یا قسمت که دست به تنه وصل است خوب قسمت هم بزرگتر میشه. شما باید کف حلقتون بزرگتر شد، پس چی عدد بزرگتر در نظر میگیره. طرف ممکنه قد کوتاهی داشته باشه، قد خد کمر از این تا اینجا زیاد بلند نباشه، ولی در عوض بازوهای چاق داشته باشه. پس شما در اون صورت میتونن قسمت خط قد که نصف میکنن عدد 4 یا 5 در نظر بگیرن، ولی خب سایز اگه کوچکتر و لاغرتر است شما میتونن عدد 1، 2 الی 3 استفاده کنن. خط کمر رو میکشیم. خط بعدی که داریم خط باسن بزرگ است. خط باسن بزرگ ما 20 در نظر گرفتم که باز دوباره نصف میکنه. خط باسن کوچیک بعد اسمه یه قسمت پشت یقه را 7 سانت گرفتیم که یک پنجم دور یقه است. حالا شما هر اندازه که دور یقه را اندازه گرفتین بعد است آماده که دور یقه را در قسمت اندازه گیری گفتیم که چگونه اندازه گیری بکنن. شما اگه او اندازه گیری دیدین که متن الگوی خیلی خوب آماده کنین، اگر ندیدین باید اول الگوی اندازه گیری را که ما آموزش دادیم باید اندازه گیری را به صورت دقیق یاد بگیرین تا بدونین که دور یقه را چگونه گرفتیم و که یک پنجمش شده 7 سانت. و اندازه بعدی که لازم داریم کارور است که ما کارور هم دوباره روی قسمت اندازه گیری ها گفتیم. اندازه گیری کارور که بعد سامت تقسیم دو میکنن
اگه میخواین آزادی زیاد داشته باش آزادی میتین، اگه نه نیم سن میتونه شما آزادی بتین برش. یک سن از قسمت سرشانه بیرون میرن. سرشانه تشکیل میشه. و دوباره بین خط بین سرشانه و کف حلقه را تقسیم دو میکنن که میشه 9.5. کارور به دست میاد که شما این را رو به سلامه تنین به هم دیگه وصل کنن. و قسمت کف حلقه است که در قسمت کف حلقه شما حدود 3 سان الا 4 سان در نظر میگیرین که میشه بلندی سینه که شما اینجا باید 1/4 دور سینه را اضافه کنن. بیست و دو نیم ما در نظر میگیرم، 22 نیم علامت میزنین و ایره تا قسمت و میان یک سون صاف میان حدود میخواین دقیق، چون اگر اولین کارهایتان هستک تجربتان کم هستک حدود 2.5 سون علامت دین. علامتش میرم بالا، اگر تجربتان بالاتر از قسمتان چشمی هم کار بکنن. دوستا قسمت سینما ایج آزادی ندادن، اگه میخواین آزادی بتن 1 سال ما آزادی در نظر میگیرم که 1 سانی آزادیش هسته. دوباره در این مدل قسمت کمر ما کار نداریم، این قسمت اندازه باسن هم مشخص میکنیم که 24 تا هسته، 24 علامت میزنیم. 1 سانی گفتم آزادی میدن که ما آزادی رو مشخص کردم. غیره با خطکش فصل میکنیم به هم دیگه. دوسته قسمت پشت کار الگوی ساده است که بسیار آسان و کاربردی است که شما میتونید از الگوی آسان کیمینو، آسان رکلام و از خود تنه میتونن شومیز، مانتو، پیراهن، انواع و اقسام مدل ها رو میتونن باید طراحی بکنن. اندازه بعدی که قسمت چیز لازم داریم فقط جای ساسون است که ما 9.5 علامت میزنیم. 9.5 اصل جایش است چون کار آزاد تر است، نمیخوایم دقیقا نیم ساندش آزادی متیم. یه الگو فقط جای ساسون مشخص است، اگر دوست داشتین ساسون اضافه میکنین، اگر نداشتین که ساسون اضافه نمیکنین. و در قسمت درز بغل بازم اگر خواستین کار نیمه کورسیتی شوه، شما 1 الی 3 سانت میتونین داخل بین که من حدود علامت دو را در نظر میگیرم که میتونین این را با خطکش بیسوله یا خطکش صاف یا خطکش آسین میتونین به هم دیگه وصل بکنین. و قسمت چیزم که دوستان بالاتر از باستان میرین مشخص میکنین. اینم از قسمت پشت الگوی ساده و یا آزاد که میتونیم دوباره از قسم از الگوی پشت استفاده کنیم. بریم روی قسمت پیش کار، پیشم بکشیم رویش و ساسون که شما باز دوباره در نظر میگیریم برای بین نیم سان هر طرف خط، البته که حالا 1 سان اگر در نظر بگیریم الا 1.5 سان میتونه اضافه کنه هر طرف، که من خودم 1 سان در نظر میگیرم چون این لباس یعنی حالت خط اولی کشیدم حالت آزاد بود
فعلا این ساتونایم کلمات میزنم، این خط سینه که مشخص است باید مشخص کنن. ساتونا رو هم زیاد پر نگرفتم، خالی تر گرفتم. این کار آزادی رو داره، ولی خب او فرم بدن هم ریش هست که خیلی تنخور زیبا می داشته باشه شما اگر انجام بتونید. 3-4 سان قسمت خط باسن رو میبینیم پایین، ساسون رو میکشن. دوستان عزیز، شما این الگو رو با دقت یاد بگیرین که باز تا جلسه بعدی قسمت پیش کار ما برای شما یاد بتونم. الگوی خیلی کاربردی و اصولی است، یک تنخور خیلی زیبایی داره. شما با این الگو قسمی که پیشتر گفتم میتونین تمام آستینای مثل رگلام، آستین سر خود یا کیمینو و از قسمت تنه شومیزا، انواع شومیزا، مانتهای اسپورت، حتی پالتو، یعنی اکثر ای الگو رو که شما یاد بگیرید تمام الگو رو بجز سارفونا میتونن، حتی سارفونا رو که من میتونم ای الگو رو برتان در جلسه بعدی چگونه تبدیل به الگوی سارفون بکنن، ولی خب ای الگو رو شما دقیق یاد بگیرید. دوستان عزیز، اگر ویدیوهای ما براتون مفید است لطفا با دوستانتون با اشتراک بکنن و سابسکرایب کنن تا کانال ما رشد کنه، ما بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.